اند همسری رو. پیش از باز عرض میکنم به عنوان مثال ظهور اسلام، بله، چند همسری تعداد زیاد در بسیار بله معمول بوده و لزوما هم این به پیش از اسلام فقط محدود نمیشه. در دوره های خیلی متفاوت ما میبینیم که حتی از همون زمان 35 هزار سال پیش مثلا پدیده چند شوهری یا چند زنی، هر دو نوع چند همسری وجود داشته و شرایط اون رو ایجاب میکرده، نه اینکه درست بوده ولی وجود داشته، چیزهایی هستن که وجود داشتن. اما ادیان الهی که آمدن اینها رو رفته رفته محدود کردن. به عنوان مثال زمانی که دیانت اسلام در شبه جزیره عربستان ظهور کرد، حضرت پیغمبر اسلام تعالیمی رو آورد که با توجه به این که دختران رو زنده به گور میکردن، به صورتی که نگاه میکردن اگر دختری است که متولد شده اون رو سبب شرم میدونستن وجود اون رو و اون رو زنده به گور میکردن، این دیانت آمد و گفت که زنان نصف مردان حق دارند ولی حق حیات دارند. بنابراین حداقل اونها رو از اون موقعیتی که زنده به گور میکردن نجات داد. خانم یزدی، یه سوالی شاید اینجا پیش بیاد. شما الان میفرمایید که در حقیقت ادیان باعث شدن که حق در دوره‌های مختلف حق بانوان به اونها داده بشه در هر دوره به مقتضای زمانش. تا حدودی بله. تا حدودی. ولی ما امروزه میبینیم که اصلا شاید این ادیان باعث این خشونت بر علیه زنان و بانوان هستند امروزه. این یه تناقضی میشه. اینو چطور شما توضیح میفرمایید؟ کاملا درسته. کاملا درسته. ببینید من همین مثالم را اگر اجازه بفهمید ادامه میدم. این به این صورت هست که وقتی که دین الهی ظاهر شد، زنان رو مورد توجه قرار داد، اگرچه بخشی از حقوق اونها رو به اونها داد، نه تمام حقوق اونها رو، ولی اونها رو از موقعیتی که منجر به حذف فیزیکی اونها هم میشد نجات داد. اما موقعیت در اون زمان آماده نبود که به مردانی که یا به قبیله‌ای که زنان رو زنده به گور میکردند بگویند که این زنان حق کاملا برابر با شما دارن. بنابراین گفتن که اینها حق حیات دارن، موجود انسانی هستن مثل شما. یا حتی ما ملاحظه میکنیم در قرآن کریم که انا خلقناکم من ذکر و انثی و بعد ادامه میدن که انا اکرمکم عند الله اتقاکم، ما شما رو زن و مرد خلق کردیم و بعد ادامه هم میدن که در کنار هم زندگی بکنید اما بهترین شما نزد خداوند با تقوی‌ترین شماست. بله. و این تعالیم رو هم دادن. اما وقتی که ما به احکام حقوقی مثلا در قرآن کریم میرسیم ملاحظه میکنیم که زنان نصف مردان حق دارن، در خصوص پدیده چند همسری اون رو محدودتر کردند، محدود کردن مثلا به 4 همسر برای مردان، هر خانم 1 همسر و هر آقا 4 همسر مجاز هست که داشته باشه، این رو محدودتر کردن. و وقتی که ما به زمان ظهور حضرت بهاءالله میرسیم کاملا این رو محدود میکنن به 1 همسر، چه زن و چه مرد هیچ تفاوتی با هم ندارند و اینکه هر دو باید از حقوق برابر برخوردار باشند و تساوی حقوق زنان و مردان یکی از تعالیم حضرت بهاءالله هست. در واقع ظهور دیانت بهائی اون مقام زن و حقی رو که او داره رو بیشتر و بهتر آشکار کرد. درست. چه که زمان فعلی اقتضای این رو داره و دنیای فعلی ما آماده تر شده که به او بگوییم که خیر اینطور هم نیست که زنان نصف شما حق داشته باشن، زنان برابر با شما حق دارن به جهت اینکه همانند اینکه شما موجود انسانی هستید به همون اندازه اونها هم انسان هستن. خانم یزدی، شما اشاره فرمودید وقتی که دارید توضیحاتی میدید در ارتباط با ادیان در مورد حقوق زن و مرد، مثلا در دیانت اسلام خب حق زن نصف بوده، در دیانت بهائی زن و مرد هر دو حقوق مساوی دارن. ولی اگه برگردیم به مسئله خشونت، من فکر نمی کنم که دیانتی حالا در هر دوره و زمانی باشه تشویق بکنه پیروان خودش رو که خشونتی بر علیه گروهی اعمال بکنند. این خشونت از کجا آمده؟ درسته. اتفاقا این پرسش شما به پرسش قبلی شما که من قصد دارم به اون هم جواب رو عرض بکنم کاملا مرتبط هست.
در واقع در پرسش اول شما فرمودید که آیا ادیان خشونت رو ترویج میکنن یا اینکه به نظر میرسه تمسک به ادیان سبب خشونت میشه در برخی موارد. بله، به جهت اینکه زمان اون گذشته، یعنی در حال حاضر اگر مثلا بخوایم به احکام دیانت مقدس اسلام عمل بکنیم در خصوص روابط میان فردی یا رابطه خانم ها و آقایان، این دیانت این حق رو میدهد به مردان که به عنوان مثال 4 همسر داشته باشن. خود مسئله چند همسری یک نوع خشونت هست، یک نوع خشونت روانی هست که برای یک همسر میتونه به وجود بیاره و ما نمونه های اون رو مشاهده میکنیم. یا وجود حکم متعه یا صیغه، خود اون یک نوع جوازی رو صادر میکنه برای ایجاد یک جنگ روانی، نگرانی این که یک خانم داشته باشه از اینکه همسر او شرعن و قانونن این اجازه رو داره، قانونی که مبتنی بر دین هست که این کار رو بکنه، و اگر ایشون مخالف این امر باشه یا ناراحت از این امر باشه، دین این جواز رو صادر کرده و ایشون نمیتونه کاری رو انجام بده. یا اینکه این اجازه به مردان داده شده که بر زنان خودشون حاکمیت داشته باشن. مثلا اگر آقایی اجازه ندن به هیچ عنوان، حتی اگر بدون منطق باشه، نه با منطق گفتگو بکنن، صحبت از صدور جواز هست از طرف یک آقا برای خانم، اجازه ای رو صادر بکنن در موردی که مثلا خانمشون چنین کاری بکنند یا نکنند، یا به جای اینکه به مشورت بنشینند، حتی اگر منطقی هم در کار نباشه، ایشون میتونن بگن نه، یا میتونن بگن اون چی که من میخوام این هست، دستور بدن در حقیقت. کاملا درسته و شما باید این کار رو بکنید، یعنی رئیس و مرعوس در خانواده ایجاد بکنن یا در بین دو همسر. وقتی میگوییم همسر یعنی هر دو با یکدیگر برابر هستن. در یک همچین مواقعی بله، تمسک به احکام یک دیانت در زمانی که دیگه موقعیت مساعد اجرای اون احکام نیست، اگرچه در زمان خودشون کاملا درست بودن و کارآمد، اما الان دیگه نه، این سبب خشونت خواهد شد و ما ملاحظه میکنیم مشکلات خیلی زیادی که میتونه در اثر این هم به وجود بیاد. و در خصوص مطلب دیگری که فرمودید که ادیان الهی هیچ کدومشون خشونت رو ترویج نمیکنن، همینطور هست و این احکام هم آمده از جمله همین احکامی که الان دیگه زمان اون گذشته، در اون زمان درسته. از خشونت هم کاسته به جهت اینکه به زنان امکان زیستن رو داده و امکان این رو داده که مورد احترام از طرف همسرانشون قرار بگیرن، اگرچه اون همسران حق این رو دارن که اونها رو محدود بکنن. درسته. و یا اینکه در دیانت سابق بر اسلام مشاهده میکنیم که زنان در اونجا هم مورد توجه چندانی نیستند و همینقدر برای اونها حق قائل شدند که بقای فیزیکی داشته باشند. هیچ گونه محدودیتی در خصوص اینکه آقایان به چه صورتی به عنوان مثال با خانم هاشون رفتار بکنند برای اونها قائل نشدند و اونها هر حقی رو دارند و امکان این رو دارند، اجازه هر کاری رو دارند که انجام بدن، حتی اگر که نتیجه اونچه که میکنند خشونت فیزیکی یا روانی برای خانم ها باشه. و یا اینکه مشاهده میکنیم که زنان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه به هیچ وجه حضوری نداشتن، خیر بله. راهی رو ندارن و نمونه اون در کلیسا هست. بهترین شکل ممکنی هست که گروهی از زنان، اون هم در طول زمان، بتوانند خواهران مقدس یا مادران مقدسی باشن و در کلیسا به در واقع تربیت نفوس بپردازند. این هم از اقتضای اون زمان بوده است، اگرچه ما مشاهده میکنیم در حال حاضر دیگه این احکام رو مورد توجه قرار نمیدهند، یا اینکه این شرایط بر اساس تغییرات زمانی و مکانی دیگه به اون صورت شدید خودش در گذشته وجود ندارن، ولی اون چیزیست که دیانت به اون حکم میکرده، یا حداقل اینکه